یکه، سری دو یه همچه بردار مکانی داده گفته مسئله چی رو از کنید من از حالات چطابشم به دست دید زمان که خیلی بزرگ بشه این x حتی اکثر میرسه به یک درسته x بزرگ به یک فکر منو بشه پس یه مجانب به روی یک داره ولی بایش بطور نامطلاقی زیاد بشه پس این وای به طور نامتنانی زیاد میشه ولی حد اکثر به یک میرسه بله جور دیگه نمیتونه خب بردار سرعتش از این مشتق بگیرم مشتق این تو میشه کی ای به توان منهی کی تی اینم مشتق یکی هم میشه کی ای به توان کی تی شتابش هم یه بار دیگه مشتق بگیریم میشه آی منهای کی دو ای به توان منهای کی تی به اضافه جی کی دو ای به توان کی تی یکی از مشکلاتی که دانشجوها دارن معمولاً فیزیکی یک و حتی تو مکانیک تحلیلی حاضرم همین الان شرط بندم که تو امتحانای نیم ترم و حتی امتحانای بعدی تکرار خواهد شد این رابطه یک دوم آتی دو به اضافه وی سفتی اینو از آسمون نازل شده تلقی میکنه و تو هر مسئله با این به اصطلاح میخوان بازی بکنه حالا چه برای ایکسش چه برای وایش حالا اینجا البته مستاق نداره تو این مسئله چون ما بردار مکان رو داریم شتاب دست میاریم ولی اگر مثلا مسئله رو برعکس میدادن حالا اینا دیگه تو مسئله نیست من دارم خدمت میدادن مثلا این شتاب رو میدادن میگفتن که مکان رو به دست بیارید برعکس میدادن چیکار باید میکردیم خب باید شتاب اولیه میگرفتیم این رابطه یعنی x دو نقطه مساوی است با منهای k دو ای به توان منهای k تی اگه وارونه برم x نقطه حالا وایش هم مشابه هم x نقطه مساوی میشه با یه تابعی بنویسم که این بشه مشتقش خب منهای k ای به توان منهای k تی ازش مشتق بگیرم این میشه دیگه یعنی درست وارونه یه این مسیری که رفتم و باید مصبت بله این منهاست مصبت درسته مصبت کی به توان منهای کی تی خب یه ثابت اولی هم میتونم اضافه کنم اسمشو بذارم مثلا وی صفر ایکس که در لحظه وی صفر هم نیست بذاری فعلا اسمش رو بنویسم سی خب این فعلا باشه تا حسابش بکنیم یه بار دیگه که برم و خود ایکس ها حساب کنم ایکس مساوی میشه با چی؟ یه چیزی که ازش مشتق بگیرم بشه این میشه ای به توان منهای کیت منهای ای به توان منهای کیت الان مگی از این مشتق بگیرم این میشه اینم به اضافه سی تی به اضافه یه ایکس صفر خب دو تا ثابت در اومده تو محاسبه من فرض کنید که در لحظه t مساوی با صفر x هم باشه x صفر و v هم باشه v صفر حالا اینم بذارید به جای x صفر بنویسم سیپری t رو که بذارم صفر این بایستی بشه v صفر x بنویسم v صفر x مساوی با خب این k به اضافه c پس c به دست میاد k منهای v صفر بنابراین تا اینجا c به دست میاد v صفر منهای k خب پس تا اینجاش x نقطه
مساوی میشه با بله منهای کی در یک من تان منهای کی تی به اضافه پی صفر ایکس. امتحانم باید بکنیم که اگه تی رو بذارم صفر همون پی صفر ایکس در میاد و خود ایکس اگه بخوام پیدا کنم باعث اون یکی ثابته سی پریم هم به دست بیارم. خب x صفر مساوی میشه با این که میشه منهای یک در لحظه تی مساوی بشه این میشه منهای یک، این هم که میشه صفر، این هم میشه سی پریم. بنابراین سی پریم مساوی هستش با x صفر به اضافه یک و اگه به جاش قرار بدم ایکس تی مساوی میشه با بله این یکشو با این که سرهم کنم میشه یک منهای ای به تان منهای کی تی حالا اشکال نمیم به لازه بود مسئله خوب طراحی نشده ولی فعلا به بودش توجه نکنیم. به جای سی پریم گذاشتم x صفر به اضافه یک، یکش گذاشتم پلوی این x صفرش هم بذارم به اضافه سی رم که حساب کرده بودیم سی رو کجا حساب کرده بودیم v صفر x منهای k v صفر x منهای k درتی. یه لحظه یه ذره خود صورت مسئله به لحاظ بعدی خوب طراحی نشده، بهتر بود که اینجا رو در یه آی چیزی ضرب میکرد، یعنی در یه کمیت از جنس طول ضرب میکرد، کل اینا مثلا در یه آ ضرب میکرد در جنس طول. حالا فعلا این نکته مهم نیست. نگاه کنید این چیزی که من خواستم نسبت بهش هشدار بدم اینه که اگه یک کسی گفت شتاب اینه، حالا من فقط راجع به معلفه x صحبت کردم، معلفه y هم مشابه همینه، یک کسی گفت که شتاب هستش منهای k2 ای به توان منهای kt. حالا اگر از اون وحی منزلی که بعضی تصور میکنن قرار بدید بعد می‌نوشتید یک دوم a یک دوم منهای k2 ای به توان منهای kt در تی دو به اضافه وی صفر، خب این غلطه، من در غلطه. یادم باشه این رابطه یک دوم آتی به اضافه وی صفتی برای شتاب ثابت از یه فرایند تابع اولیه گرفتن به دست اومده دیگه. یعنی شما وقتی که میگید شتاب آ مساوی با ثابت، بعد میگید خیلی خوب وی تی باید چیزی باشه که مشتقش بشه آ، خب چیزی که مشتقش بشه آ میشه میشه آ تی مشتقش میشه آ، حالا یه ثابت هم میتونید اضافه کنید. بعد ایکس تی باید چیزی باشه که مشتقش بشه این، خب میشه یک دوم آ تی دو به اضافه وی صفر تی، یه ثابت هم میشه اضافه. نگاه کنید این مطلب ساده حالا به شکلهای خیلی مفصل تر شاید تو دبیرستان مثلا شما بهش رسیدید، ولی نکته اینه که اگه توی مسئله شتاب و به عنوان تابعی از زمان داشته باشیم اینطور نیست که به راحتی مثلا بذاریم توی این فرمول یک دوم آتی دو بشه مکان و تابع اولیه بگیریم علاوه قاعده و تابع اولیه نیست که شما سوال شده حل شد؟ نه شما سوال نداشتی؟ اینجا ایکسش اینه دیگه، یک منهای ای به توان منهای کی تی. چی؟ میتونه منفی بشه، این که همیشه مثبته، آه
میتونه منفی، بستگی به مقدار کی داره. ببینید این مشتقش هیچ وقت صفر نمیشه، یعنی x نقطه ازش مشتق گرفتم اینه دیگه، این هیچ وقت صفر نمیشه جز در منهای بینهایه. بنابراین با یه آهنگ ثابتی، نه همینه رفتار یک منهای ای به توان منهای کیتی همینه. ببینید این ای به توان منفیه، ای به توان منفی عدد کوچکتر از یک هم میشه، درست شد؟ ای به توان منفی همیشه کوچکتر. ای به توان منهای کیتی یعنی یک تقسیم بر ای به توان کیتی، یعنی عدد بزرگتر از یک، این همیشه عدد کوچکتر از یک میشه. کی هرچی که میخواد باشه، کی هرچی که میخواد باشه، کی مثبتی بله، مالو کی مثبت فرض، کی مثبت فرض کنید. خب مسئله دو کجا رو پاک کنم؟ من از به بهانه مثلا میخواستم هشدار بدم که یادتون باشه یک دوم آتی دو به اضافه وی سفتی این از آسمون نیم. گفته زنبور اصل از کندوی خود در مسیر مارپیچ خارج میشود و تو مختصات قطبی R مساوی با B به توان B در E به توان KT هست و تتا مساوی با CT هست. K و B و C ثابت های مثبت هستند. نشان دهید در حال که از سوی حرکت به خارج از زاویه بین بردار سرعت و بردار شتاب ثابت باقی میماند. راهنمایی هم کرده که V dot A تقسیم بر اندازه V در اندازه A رو حساب. بردار سرعت تو مختصات قطبی مساوی بود با آر نقطه ای آر به اضافه آر تتا نقطه ای تتا. چون مشخصات مسیر تو مختصات قطبی داده شده، بهترینه که از همین مختصات استفاده کنیم. بنابراین مشتق میگیرم آر نقطه میشه بی کی ای به توان کی تی در ای آر و آر تتا نقطه هم آرش میشه بی ای به توان کی تی تتا نقطه شم که میشه سی. خب آ هم که تو درس حساب کردیم بود آر دو نقطه منهای آر تتا نقطه به توان دو ای آر به اضافه دو تا آر نقطه تتا نقطه به اضافه آر تتا دو نقطه ایت. این رو فرمولای درسه چاو؟ حفظ میشین، یعنی اصلا تلاش نکنید که حفظ بشید، ولی تلاش نکنید که حفظ نشید. نه میخواد تلاش بکنید حفظ بشید، نه تلاش کنید حفظ نشید، اتوماتیک حفظ میشید. بعد از مالا ممکنه دو سال بعد یادتون بره، دو تا مسئله حل کنید یادتون میاد. نگران حفظ شدن حفظ نشدنش نباشه. ولی اگر کسی یادش رفته اصلا استرس این که تو امتحان اینا یادم میره نداشته باشه، فرمول لازم باشه من بهتون میدم. اگه یه وقت فکر کردید که یه فرمول لازم بوده من ندادم بپرسید، من لازم باشه برای همه میدم، ولی معمولا نیاز. خب ببینید این آر یه بار مشتق ازش گرفتم شد این، این آر نقطه است دیگه. یه بار دیگه که مشتق بگیرم میشه بی کی دو ای به توان کی تی. خب این آر دو نقطه منهای آر تتا نقطه به توان دو. خود آر که بود بی ای به توان کی تی، تتا نقطه هم که میشه سی، یعنی از تتا مشتق بگیرم میشه سی، اینجا هم استفاده کرده بودم، پس اینم میشه سی به توان دو ای آر. خب بریم سراغ بعدی. دو تا آر نقطه
آر نقطه هم اینه که اینجا حسابش کرده بودیم، دو بی کی ای به توان کی تی، تتا نقطه هم که هستش سی. اما تتا دو نقطه صفره. خب دیگه محاسبات بعدیش فقط صرفا کارهای جبری هست. بفرم راه نما راه نما یه مسئله خوبه دیگه. کدوم دو تا زاویه رو بینیم؟ دستگاه پلتی زاویه رو میده و زاویه چی رو میده؟ زاویه تتا رو میگید؟ نه نه اشتباه داریم. ببینید تو مختصات قطبی این یه مسیری داره، اون زاویه که شما میگید، ببخشید بذارید تو دو بعد بکشم، یه بار دیگه بذارید شکل تمیز بکشم، این توی یه مسیری تو صفحه داریم. شما زاویه بردار آر رو دارید. کجا به دست بود؟ من هنو چیزی به دستم ویتتا مؤلفه، خیلی خوب شد که این رو داریستم، ویتتا مؤلفه تتای بردار سرعت، زاویهش نیست. بله نگاه کنید، ای تتا این بر داره، این ای تتا، ببخشید این ای آر، این ای آر، ای تتا هم این بر داره. خب شما وقتی مؤلفه‌های بر داره وی رو دارید، مثلا فرض کنید بر داره وی همچی چیزی هستش، این بر داره وی، البته وی ببخشید وی باید مماس بر مسیر باشه، حالا این لز این مماس نیستا، این ای تتا بر مسیر مماس نیست، اما وی بر مسیر مماسه، این وی. حالا شما چجوری الان از روی اینکه من اینجا نوشتم چجوری میتونی بگی زاویه وی؟ ای تتا، بله ای تتا اینه که عموده بر ای آره، مماسه بر مسیر نیست، ای تتا مماسه بر مسیر نیست. درست شد؟ وی بر مسیر مماس هست، بله، ولی این وی یه مؤلفه، الان اگر من چیز کنم ببینید یه مؤلفه در جهت آر داره، یه مؤلفه در جهت تتا داره، این عدد ها این دوتا مؤلفه رو داره میده، کوش اینا، این دوتا عدد این دوتا مؤلفه رو داره. البته تو این شکل هر دوش مثبته، اینا تون گفته عدد مثبتی هستن، معنیش اینه که این وری میره، وی رو اونوری بکشید. اگه بخوام با این مثال جور در بیاد، این ای آر هم باشه، اینم ای تتا هم باشه، بردار وی مثلا یه همچی چیزی بوده، نمیخوام لزوم من قائم بکشم، بنابراین مسیرش یه همچی مسیری مثلا، حالا من نمیخوام کل مسیر رو بکشم، مسیرش همچین مسیری بوده، مماس بر مسیر، نگاه کنید یه دو تا مؤلفه مثبت در جهت ای آر و ای تتا داره. از این اطلاعاتی که اینجا هست شما نمیتونید بفهمید که زاویهش با محور ایکس چیه. اگه بخواید زاویه وی رو با محور ایکس بخواید پیدا کنید، باید وی رو ضرب داخلی در ای ایکس بکنید، تقسیم بر اندازه وی بکنید. اون وقت توی این وی، این وی را بر اساس ای آر و ای تتا دارید، ای آر و ای تتا را بر اساس ای ایکس و ای وای بنویسید و این ضرب داخل بدید. اگر مثلا یه برده وی به ما داده بشه جدا، مثلا من کجا ببینم ای آر و ای تتا ای آر و ای تتا بستگی به مکان ذره داره. ای آر و ای تتا یه چیزای معینه برای همیشه نیستش. دو تا بردار ثابت نیستن، بستگی به جای ذره داره.
و به خصوص به تتای ذره بستگی داره. درست شد؟ خیلی خوب شد این سوال رو کردید که این مقدار اینا توضیح بدم. اشتباه نکنید، وی تتا وقتی اینجا داریم میگیم، این مؤلف وی تتا این زاویه با محور ایکس و اینا رو نمیده. دقیقا داره میگه که توی این مختصات، یعنی توی این پایه، مؤلفه های وی چی هست. این داره به شما. حالا همین کار رو برای آ هم پیدا کردیم، برای آ هم انجام دادیم، این هم مؤلفه های آ هستش. حالا میخواییم زاویه وی و آ رو پیدا بکنیم. خب؟ اینو دقت کردید؟ اگه بخوام زاویه وی رو با محور ایکس پیدا کنم، باید یه همچی چیزی حساب کنم. همچی خیلی هم راحت نیست، باید نشست و حساب کنم. ولی برای خیلی از مقاصد، یعنی برای بعضی از مسیرها، مثل همین مسیر مارپیچی که اینجا گفته شده، این زنبور اثر پی میکنه، مختصات قطبی مناسب تر از مختصات دکارتی هست. ولی باید ریزکاریاش حواسمون باشه. خیلی خوب، یه محاسبه وی باید انجام بدم، اندازه وی، همینی که مثلا اینجا ازش حرف زدم، این میشه رادیکال وی آر به توان دو به اضافه وی تتا به توان دو. چون ای آر و ای تتا بر هم عمود هستن، اگه وی رو در خودش ضرب داخلی بکنم، میشه وی آر به قوه دو به اضافه وی تتا به قوه دو، جذرش بگیرم میشه اندازه وی. که خب حالا اگه تا اینجا شب بنویسم، این میشه بی کی ای به توان کی تی به توان دو. اون یکی هم میشه بی، درسته، بی سی بی سی ای به توان کی تی به قوه دو، که میشه بی ای به توان کی تی، این از زیر رادیکال میاد بیرون، رادیکال کی دوی به اضافه سی دو. این از بی. به همین ترتیب آر هم حساب میکنید، برداره، بذارید نه اینو پاک نکنم، برداره آ که اینجا داده شده، اندازه برداره آ، این هم میشه رادیکال آی آر به توان دو به اضافه آی تتا به توان دو. این مؤلفه آرشه، این مؤلفه تتایشه، بذارید به قوه دو برسونید، من دیگه جوابش هم مینویسم. جوابش میشود بعد از مقداری محاسبه میشه B E به توان KT در رادیکال K دوی به اضافه C دو. نه رادیکال نه. بذارید مطمئن بشیم از طریق دیمانسیون مطمئن بشیم رادیکال داشت یا نداشت، بدون اینکه رو بخوایم محاسبات منو چک بکنیم. جنس این کمیته چی هستش؟ بی جنسش طوله، درسته؟ این چون آر طوله، کی عکس زمانه، چون اونی که تو اکسپوننسیل هست باید بدون بعد بشه. اینجا سی هم عکس زمانه. خب حالا این طوله، این دوتا هر کدوم عکس زمانن، به قوه دو که برسن میشن عکس زمان به قوه دو، پس شتاب بعد از جنس طول تقسیم بر زمان به قوه دو بشه، پس رادیکال نباید میبود روش. بدون اینکه محاسبه ما چک بکنم ببینم رادیکال یادم رفته یا نرفته، از دیمانسیون تونستم بفهمم. وقتی ورقه شما رو سعی میکنم، نمیام همه محاسباتت رو چک کنم، اگه آخر دست دیمانسیونش غلط باشه میگم خب هر جاش میخواد غلط شده باشه. یادتون باشه اشتباه نه. ممکنه این یه زرنگیه، ولی بهتره اگه آخر دست دیدید که دیمانسیونتون غلطه، خب برگردید چک کنید، چرا کار بهتره نکنید. بله. خب اینجا رو پاک کنم. اندازه وی رو حساب کردم، اندازه آر رو حساب کردم، وی دات آر رو حالا باید حساب کنم. چون مؤلفه‌هاش رو تو دستگاه قطبی دارم، این میشه وی آر آی آر
به اضافه وی تتا آی تتا، همونطور که تو دستگاه دکارتی هم میشد، مثلا اگه تو دستگاه دکارتی مینوشتم وی ایکس آی ایکس به اضافه وی وای آی وای، اگه زد هم داشت وی زد آی زد. خب وی آر اینه، بذارین فعلا به جاش قرار بدم بی کی ای به توان کی تی، آی آر اینه، اینم بی کی بی ای به توان کی تیش فاکتور میده در کی دوی منهی سی دو، به اضافه وی تتا اینه بی سی ای به توان کی تی در آی تتا دو، بی کی ای به توان کی تی ضرب در سی. خب یه خورده باید این با هم جمع دیگه، دو تا عددن با هم جمع کنین، فاکتورگیریش انجام بدید. V dot A تقسیم بر اندازه V اندازه A رو که حساب کنید، من در آوردم K تقسیم بر رادیکال K دویه به اضافه C دو. خب ثابت هم هست، یعنی جمله ای که به تی بستگی داره حذف میشه. این مسئله اینجوری طراحی شده، ممکنه تو هر مسئله اینجوری نباشه، یعنی زاویه بردار شتاب و سرعت تغییر بکنه، که این مسئله به خصوص اینجوری بوده. کاملا یادتون باشه من هی ضمن اینا چیه؟ مال کسیه؟ من ضمنی که تمرین حل میکنم میخوام نصیحت های لازم، نصیحت های فیزیکی انجام بدم، و یکی از مسائل مهم اینه که حواستون باشه یه چیزی که توی مسئله یاد گرفتید با فرضای اون مسئله مربوطه، تعمیم نابجا ندید. یکی از عوامل مخل برای یادگیری درست تعمیم های نابجا. حالا اینجا در آوردیم زاویه بردار شتاب و سرعت ثابته، بعد یکی تو ذهنش بگه خب زاویه بردار شتاب و سرعت همیشه ثابته، این تعمیم تعمیم نابجا توی مسئله با این مشخصات که داده شد اینطوری. بعد با خودش فکر میکنه دانشجو تو اون مسئله که ثابت کردیم همیشه اینجوری، حالا ممکنه توی یه مسئله بیان یه امر کلی رو ثابت کنیم، اون مسئله دیگه کاملا باید حواس جمع باشه تو اون مسئله چی گفته شده، چه ادعایی بوده، در چه شرایطی بوده، با چه فرضایی بوده، آیا کلی است آیا کلی نیست. خب بریم سراغ مسئله بعد. هر نکته‌ای هم به نظرتون میرسه بگید من اینجا توضیح بدم، مثل نکاتی که اون دوستمون گفت احتمالا ممکنه برای خیلی هم پیش بیاد. و باز به خصوص برای خانمای کلاس میگم، هرگز تصور نکنید اگه سوال بکنید سوالم مسخره است یا مسخرم میکنن، غلط میکنه کسی به دلیل سوال یه دانشجو رو مسخره بکنه. سوال ولو اینکه یه امر نادرستیه یکی بگه جسارت نشه، مثلا این دوستمون گزاره‌ای که میگفتم اون گزاره نادرستی، ولی سوال رو باید شنید، جواب رو باید داد، چون ممکنه برای ده تا دیگه هم پیش بیاد. لطف کنید حتما سوال مطرح کنید، حد اکثرش اینه که من نمیرسم جواب بدم و اون سوال مثلا مفید، توضیحش برای همه مفید نیست، خب میگم بعد بیا برای توضیح میدم، ولی اغلب وقتا مفید هست. خب چرخی، ما که مثالای درس منحنی چرخزاد رو رسم کردیم، اومدیم مسیر یه نقطه رو لبه چرخ رو گرفتیم، حالا میگه که یه نقطه رو لبهش نباشه، یه کمی پایین تر باشه، این فاصله باشه آ نقطه شعاع چرخ هم باشه آر.
مسئله چهار نداره این؟ بعد از سه رفته پنج. نه؟ مال شما همینطوره؟ این زده مال ما پنج. سوالش همونه ولی این زده پنج. خیلی خوشحال شدم یه مسئله سرپیشو. خب اجازه بدید ببینم که این رو میخوام چجوری حلش بکنم. آسون تر حل کنید. مسئله آسون تر اینه که مرکز چرخ داره با سرعت ثابت V میره. ضمناً این چرخ هم با سرعت زاویه یه اومگا میچرخه. اینا رو توی درس توضیح دادیم و شرط غلطیش هم میگفت که V مساوی با R اومگا. بسیار. خب حالا بردار R1 مؤلفه‌اش چی هست؟ اینجا رو مبدأ مختصات گرفتیم دیگه. الان هم همین کارو می‌کنیم. اینجا رو می‌گیریم مبدأ مختصات، این محور Y، اینم محور X. R1 مؤلفه Xش میشه VT در E1. مؤلفه Yش هم میشه همون R. تا اینجا شینه قبله. R در E2. اما بردار R2 در واقع اینجا مثل اینه که من حالا از حرکت انتقالی چرخ چشم بپوشم، یه نقطه در مرکز یه دایره نشستم، یه برداری داشتم که طولش آ بوده و داره روی این دایره میچرخه. این زاویه هم هستش تتا، تتا هم هستش اومگا تی. خب اون وقتش آر دو میشه. قبلا آر می نوشتیم، حالا اینجا این به اصطلاح رو دایره به شای آ میچرخه، میشه آ سینوس اومگا تی در ای یک به اضافه آ کوسینوس اومگا تی در ای دو. خب تموم شده رفت. حالا بردار آر رو که می نویسیم به جای V میتونم همون R اومگا هم بنویسم، میشه R اومگا T. اینا رو با هم جمع میکنم به اضافه A سینوس اومگا T در یک به اضافه R به اضافه A کوسینوس اومگا T در ای دو. حالا اگه به تفکیک بنویسم ایکسش میشه آر اومگا تی به اضافه آسینوس اومگا تی، دارم از روی میخونم دیگه، و وایش میشه آر به اضافه آ کوسینوس اومگا تی. مسیرش هم خواسته رسم کنیم. معادلات مسیر خواسته همینه، چیز کار بیشتری نیست. ولی رسم کنید، حالا توی مسئله بعد میخوایم خود مسیر چرخزاد رو یه مقداری رو رسمش بیشتر توضیح بدیم. اما این اینجوری میشه Y X. خب نگاه کنید Yش این A از R اینجا کوچیک داره، A کوچیکتر از Rه، درسته؟ کوسینوس هم که بین یک و منهای یک حرکت میکنه، بنابراین Y بین R به اضافه A و R منهای A خواهد بود همیشه. یعنی بعد اگه اینجا فرض کنید R باشه، این فاصله باشه R و این فاصله باشه اینجا باشه R به اضافه A، اینجا باشه R منهای A، یعنی این طول باشه A. خب وقت وایش بین این دو حد، بین این دو تا خط بایستی همواره تغییر بکنه. ایکسش یه جمله داره که به طور خطی زیاد میشه، یه جمله ای داره که به طور نوسانی زیاد میشه. اما این آ چون از آر کوچیک‌تره همواره
به اصطلاح این کمیت از این کوچکتر میشه، یعنی ایکسش یا بذار وی ایکس رو بگم، وی ایکس اگه وی ایکس رو بنویسیم میشه آر اومگا منهای به اضافه آ اومگا سینوس اومگا تی. خب کوسینوس اومگا. باز اینجا میگیم کوسینوس بین یک و منهای یک حرکت میکنه، بنابراین وی ایکس میشه آر اومگا بین آر اومگای به اضافه آ اومگا و آر اومگای منهای آ اومگا، ولی همواره مثبت میمونه، یعنی همیشه به سمت راست میره، یه همچی مسیری رو طی خواهد کرد. سینوسی نیست دقیقا، یعنی ظاهر شبیه سینوس ولی سینوس نیست. یعنی اگه بدید کامپیوتر رسم کنه یه سینوس هم بدید رسم کنه، این با سینوس فرق میکنه. بذار یه چیز دیگر هم از خودم پرسیم که شاید این یکم کمک کنه. در جاهایی که وای مساوی با آر میشه کجا هاست؟ نه این همیشه یه مؤلفه ایکس مثبت سرعت داره. خواستان آیا ممکنه هیچ مؤلفه ایکس سرعت صفر بشه؟ نمیشه. ولی مؤلفه وای سرعت بعضی جاها صفر میشه، اونم واضحه. اینجاها مؤلفه وای سرعت صفر میشه. خب چیز دیگه نداریم مثلا. حالا فقط یه حالته که اینو ما توی این مسئله نداریم. تصور کنید حالتی که آ از آر بزرگتر باشه، چجور همچه چیزی میشه؟ یه ذره دستگاه مکانیکیشو بایستی تجسم بکنید چجور اتفاق میفته. فرض کنید که یه چرخی دارید که محیط چرخ بزرگه، از اون شعاع جسمی که میغلطه بزرگتر باشه، مثل قرقره خیاطی که دیدید، اون وسطش باریکتره، لبش بزرگتره. حالا اون قرقره رو بذارید روی سطح مثلا چیبدار، حالا فرض کنید یا روی سطح افقی، طوری که این لبه بیرون باشه، یعنی فرض کنید سطح افقی باشه، این محور قرقره به شعاع آر، بعد لبه قرقره یه دایره بزرگتر باشه. حالا یه نقطه ام رو اینجا علامت زدید و این داره میچرخه، تجسم کردین چی شد؟ فرض کنید از اینجا که نگاه میکنید این یه سطح افقی، این همون به اصطلاح محور چرخه، محور چرخی که رو سطح افقی با شعاع آر میچرخه. حالا یه لبه داره این چرخ، به اصطلاح مثلا اگه فرض کنید این یه سطح افقیه، یه قرقره رو اینجا گذاشتید، این ورش هم فرض کنید ببرید از این طرف، یه قرقره اینجا گذاشتید، یه دیسک بزرگتر از محور قرقره اینجا هست. حالا یه نقطه روی محیط دیسک به فاصله آ بزرگتر از آر قرار گرفت. فقط تئوری مکانیکی چیه ذره دقت میخواد، ولی معادلاتش همینه، فقط آ بزرگتر از آره. حالا آ که بزرگتر از آر باشه، نگاه کنید اینجا چه اتفاقی میفته. اگه آ از آر بزرگتر باشه، یه جاهایی وی منفی میشه. ریزکاریش خودتون برید بیشتر دقت کنید، شکل مسیرش رو براتون میکشم. شکلش چه همچی چیزی میشه؟ فرض کنه اینجا آر باشه، آر منهای آ میاد این پایین، اینجا میشه آر منهای آ، آر به اضافه آ هم همین اندازه بدید بالا، اینم آر به اضافه آ. حالا اینطوری میشه، و تکرار. یعنی یه جایی نگاه کنه تو این منطقه، از یه جایی این سرعت وی ایکس داره منفی میشه،
Vx کجا صفر میشه؟ در چه لحظات Vx صفر میشه؟ درست اینجا، یعنی تا اینجا سرعت Vx مثبت بوده، از اینجا منفی میشه. چراشو باید حساب کنم. اینجا y مساوی با صفره، y بذارم صفر، y که بذارم صفر، جاییه که کوسینوس امگاتی، کوسینوس امگاتی مساوی باشه با منهای r a اوم. خب اون وقت کوسینوس امگاتی رو بذاره توی وی ایکس به ازای این کوسینوس امگاتی یه جای خاصی آر آ اوم میشه، منهای آر آ اوم میشه، بذارید میدهد وی ایکس مساوی، یعنی تو این نقاط، نقاطیه که برمیگرده از اون وری خورده میره. یواش یواش فرق مکانیک تحلیلی و با فیزیک پایه یک باید بفهمیم. اینجا وقتی مسئله حل میکنیم یک خورده باید دقیق نبود این تو صورت مسئله، ولی خب معمولا ما این مسئله که سر کلاس حل کردیم که نمیدیم یه چیز اضافه ترش هم میدیم برای یاد بگیرید. خب اینم از این مسئله. چی؟ نه 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 ببین اگه بتونم یه چیزی نشون بدم مثل چی؟ نه نه مثل چرخه دو چرخه چیز نیست، یه خودکار به من بده. فرض کنید این محور قرقره، اینم یه سطح افقی، درست شد؟ حالا یه دایره بزرگتر ببندید به این، چیزی ندارم که بهش ببندم، یه دایره بزرگتر ببندید به این، این همینطور داره میغلطه این رو میره. حالا یه نقطه رو این دایره بزرگتر حرکتش چجوری خواهد بود؟ نمیشه به این بستش که، یه چیزی باید بشه که به این ببندم. فقط چیز میکنه اه دو سه تا صدا میاد؟ من دو سه تا سکه تو جیبم داشتم اونم نمیدونم چی شد. پولامو کجا بردم؟ خب چون اینا کثیف میشه نگاه کن، فرض کن این دایره، این فرض کن این دایره اینجوری، یه سکه بده، یه سکه، یه سکه دختر اصفهانی گرفتن خیلی، این همچی چیز، درست شد؟ حالا یه نقطه این میغلطه، این هم به جوش خورده، نقطه یه به اصطلاح مسیر این نقطه رو لبش دیگه، بقیش خودتون تجسم کنید دیگه، بیشتر از این نمیخواد توضیح بدم، بدتر میشه. چا آرو آر رو حذف کنیم، آر رو خب وقت نه، اگه بخواید چیز خوبی در نمیاد این کارو بکنید، کار چیز جالبی در نمیاد. اگه بخواید معادله وای بر حسب ایکس رو به دست بیارید، علل قاعده خوبه که تی رو حذف کنید بین این دوتا، ولی با نیست، ببینید نمیشه توی این مسئله، نمیشه توی این مسئله، برای اینکه این یه تابع خطی نسبت به تیه، این هم یه تابع سینوسی نسبت به تی. شما اگه مثلا میخواید تی رو بر حسب ایکس پیدا کنید و اینجا بذارید، شکل تحلیلی قشنگی نداره. اجازه بدید ایشون. بله نقطه یابی باید بکنید، یعنی در واقع اینو چجوری رسم میکنید؟ میگید که تی مساوی با صفر، ایکسش اینه، وایش هم اینه، تی مساوی با مثلا یکی یکی، از تی مساوی با صفر شروع میکنید، بعد میاد میگید که حالا به جای تی میتونم راجع به امگا تی حرف بزنم، چون امگا تی بر اساس زاویه میشه،
به ازای اومگا تی مساوی با پی دوم چی میشه؟ به ازای اومگا تی مساوی با پی چی میشه؟ سه پی دوم چی میشه؟ همینطور بره جلو و یکی یکی ایکس و ایشو پیدا میکنید، نقاط مسیر رو بشه. خب همین کارو در واقع تو مسئله 4 که حقیقی من 5 برای منحنی چرخزاد انجام بدیم، ولی به خصوص گفته که مختصات نقاطی را به دست بیارید که در آنها مختصه وای کمینه یا بیشینه میشه و شیب منحنی رو در نقاط کمینه میخواد حساب کنید. یه ذره تکنیک ریاضی داره که کارهایی که نوعاً باید بلد باشید. خب پس مسئله اینه x مساوی با، بذارید این گچ سفید بهتره، x مساوی با r اومگا t به اضافه r سینوس اومگا t خود چرخزاده اصلی داریم در نظر و y مساوی با r به اضافه r کوسینوس اومگا t. خب شکلشو جوابشو من توی درس گفتم براتون، همچی چیزی میشه. خب یک کمی خستگی در کنید. صدا میاد؟ خب ببینید وای بین چی و چی حرکت میکنه؟ کوسینوس اومگا تی بین منهای 1 و 1، کوسینوس اومگا تی بین 1 و منهای 1. بنابراین وای بین 2r و 0، یعنی کمینش 0 بیشینش 2r. این شکل هم که کشیدیم همینطوره، این آره اینجا مثلا اینجا 2r که در لحظه تی مساوی با 0 اینجا قرار گرفته. پس اینجا میشه نقاط کمینه، اینجا میشه نقاط بیشینه. وای مین مساوی با 0، وای ماکس مساوی با 2r. خب کیا در وای مین قرار میگیره؟ به ازای کوسینوس اومگا تی مساوی با منهای 1 در کمینه است. اومگا تی باید چی باشه که کوسینوسش بشه منهای 1؟ مضرب فردی از پی بشه، مضرب فردی از پی، یعنی باشه 2n به اضافه 1، این کمینه. خب بیشینه چی؟ در بیشینه ای تعداد دندوناش نبود شما درست میکنید، میشه کوسینوس اومگا تی مساوی با 1. این کدوم در اومگا تی ها میشه؟ مضرب زوجی از پی. حالا ببینیم ایکس در این دو حالت چی هست؟ در وای کمینه ایکس ان مساوی میشه با چی؟ یعنی این نقاط رو اسمش بذارم، اینه بذارم ایکس یک، ایکس دو، ایکس سه الاخر، ایکس انا مساوی میشه با خب اگر کوسینوس اومگا تی منهای 1 بشه سینوس اومگا تی 0 میشه،
و این جمله میره کنار، این جمله من فقط فهم داشت، میشه آر ضرب در حالا سینوس اومگا تی هم قراره باشه 2n به اضافه 1 پی، 2n به اضافه 1 پی، یعنی x1 مون هستش آر ضرب در پی، x2 مون هست 3 آر ضرب در پی الی جا؟ از n مساوی با صفر باید شروع کنیم دیگه، اولین چیزی که داریم اینجا از n مساوی با صفر، یعنی اعداد فرد مضربای فرد میشه 1 3 الی آخر، از n مساوی با صفر شروع کنیم، حالا اگه منهای 1 بنویسیم از n مساوی با 1 شروع کنیم، یعنی فرق نمیکنه. ها پس بله بذارید پس اینو بکنیم n منهای 1 که از 1 شروع کنیم. حالا x1 مساوی میشه با rp، x2 میشه 3rp الی آخر، این x های کمینه. x های بیشینه خب اولیش در خود صفر به ازای x هایی که وایش بیشینه است، x هایی که وایش بیشینه است بیشینه، اسمش رو بذاریم x پریم n، اونا هم سینوس براش صفره، یعنی بذاری مزاره به زوج دو پی هم مزاره به زوج پی هم بازی صفره، وقت اینا میشه عرض به حضورتون که دو ان پی، اینو به جای اومگا تی گذاشتم زر در آر، اولی در این مساوی با صفره، ایک صفرمون که میشه صفر، x یک x پریم صفر، x پریم یک مساوی میشه با دو پی در آر و الی آخر. یعنی نگاه کنه در واقع از اینجا تا اینجا درست به اندازه محیط دایره است، اینجا هم نصف محیط دایره است، یعنی وقتی این میغلطه نقطه بالایی میاد پایین به اندازه نصف محیط دایره خوابیده روی سطح، یه دوباره که میاد بالا به اندازه محیط دایره روی سطح خوابیده. درک شد؟ نگاه کنید این طولی که رو محور ایکس طی شده نصف محیط دایره است، یعنی یه نصف دور که میزنه نصف محیط دایره میخوابه روی سطح، یعنی اگه رنگ بمالیم روی این چرخ چه طولی رو رنگ میکنه؟ از نصف محیط دایره. یه چیز دیگه هم پرسیده، شیب منحنی را در نقاط کمینه حساب کنید. جا؟ خب یعنی از شکلم پیداست این شیب یه خورده بد ترکیبه، درست تعریف نشده است، نگاه کنه تیزی داره. حالا اینا محاسبه ریاضی ببینیم چی به اون میگه. من در هر نقطه بخوام دی وای به دی ایکس رو پیدا بکنم، چون وای و ایکس بر حسب تی داده شده، میام دی وای به دی تی رو تقسیم بکنم به دی ایکس به دی تی، یعنی وای نقطه به ایکس نقطه رو حساب میکنم. خب از وای مشتق بگیریم میشه من های آر اومگا سینوس اومگا تی، از ایکس مشتق بگیریم میشه آر اومگا در یک من های یک به اضافه کوسینوس اومگا تی. درسته؟ مشتق سینوس هم میشه اومگا کوسینوس اومگا تی فاکتور گرفت. خب نقاط کمینه جایی بود که اومگا تی مضرب فردی از پی باشه، وقتی مضرب فردی از پی باشه این صفر میشه، اینم منهای یک میشه با صفر میشه، پس در نقاط کمینه، در نقاط کمینه فعلا البته
در محاسبه اولیه دی وای به دی ایکس مساوی با صفر صفر روم شد. پس یه جوری باید رفع ابهامش بکنه. خب انواع اقسام روش برای رفع ابهام بلد هستید احتمالاً. میام یه کمی به اندازه اپسیلون اینورتر یا اونورتر نگاه میکنم، یعنی به جای اومگا تی مساوی با دو ان به اضافه یک پی، یه اپسیلون، حالا اپسیلون تونم مثبت یا منفی بگیرم، یه مثبت بگیرم یه خورده اونورترشه، منفی بگیرم یه خورده اینورترشه. پس ببینم یه ذره اینورتر یا یه ذره اونورتر شیب چقدر بوده. درسته این کار؟ شکل ناچارم پاپ کنم چون دیگه جای دیگه ندارم درست روش می‌نویسم. خب پس دی وای به دی ایکس رو حساب می‌کنم در کجا؟ در کمی این طرف‌تر یا آن طرف‌تر از نقطه، حالا این طرف تر یا اون طرف تر رو دیگه خودتون میفهمید. خب مساوی میشه با، بعد بنویسم منهای آر اومگا سینوس، حالا اون رو اسمش بذارم اومگا تی ان، یعنی اینو اسمش بذارم اومگا تی ان. نه اومگا تی ان همین باشه دو ان به اضافه یک در پی، یعنی تی ان لحظه ایه که به اون نقطه کمی نمیرسه، میشه اومگا تی ان به اضافه اپسیلون، اینم آر اومگا، آر اومگاشو خب بذاریم ساده کنیم، در یک به اضافه کوسینوس اومگا تی ان به اضافه اپسیلون مساوی میشه. خب سینوس رو میتونیم بستش بدیم، فقط حواسمون باشه اپسیلون رو میخوایم کوچیک بگیریم. سینوس و سینوس بی میشه چی؟ میشه سینوس این کوسینوس این، میشه منهای سینوس اومگا تی ان کوسینوس این زاویه خیلی کوچیک رو میتونم در تقریب اول یک بگیرم، یعنی تا مرتبه اول نسبت به اپسیلون میشه یک. بسته کوسینوس هست یک منهای اپسیلون دو دوم، بنابراین تا مرتبه اول چیزه. خب پس این منهای کوسینوس اومگا تی ان در سینوس اپسیلون، حالا سینوس اپسیلون، اپسیلون وقتی کوچیک بشه میشه خود اپسیلون، تقسیم بر یک به اضافه یه، حالا اینم کوسینوس های به اضافه بی چیم شد؟ شد کوسینوس کوسینوس من های سینوس سینوس، درسته؟ میشد کوسینوس اومگا تی ان در کوسینوس اپسیلون که یک میگیرم، من های سینوس اومگا تی ان در سینوس اپسیلون که خود اپسیلون میگیرم. حالا بیام اومگا تی ان رو بذارم ببینم چی میشه. اومگا تی ان اونی بود که سینوسش صفر بود، کوسینوسش من های یک بود، درسته؟ سینوسش صفر بود، کوسینوسش من های یک. این میره، اینم میشه اپسیلون تقسیم بر، اینم میره، این دو تا با هم حذف میشن، بنویسم یک من های یک، اینم بذاره صفرشو بنویسم، صفر به اضافه یه صفر من های اپسیلون، من های اپسیلون، من هاش مهم، من های، خب این صفره سینوس اومگا تی ان منهای صفر، کدوم؟ این یه منها اینجا داشتم تو هر دو ساعت کردم، سینوس این کوسینوس این به اضافه کوسینوس این سینوس این، حالا کوسینوس اومگا تی ان میشد منهای یک، بله میشه به اضافه، درست.
یه لحظه بذارید قاطی نکنم. خب مخرج بازم وقتی یه کمی اینور اونورتر میریم مخرجه نزدیک صفره اما صورته متناسب با اپسیلونه، پس در واقع رفع افهام که میکنیم باز بی نهایت میشه، اما بسته به اینکه اپسیلون مثبت یا منفی باشه. اگه اپسیلون مثبت باشه میشه به اضافه بی نهایت، اپسیلون منفی باشه میشه منهای بی نهایت. یعنی حالا این شکل متاسفانه جا نبود پاک کردم، اینطوری که میاد با عمود میاد، تقریبا عمود میخونه، عمود هم میاد قبل شیب منهای بی نهایت، بعد شیب به اضافه. سوال چی حالا؟ از راه دیگه رفع افهام بکنیم؟ درسته، از همین جواب در میارید دیگه. بعد هر جور دیگه صفر صفر رو رفع افهام بکنید به لحاظ ریاضی دارد. من اومدم بس دادم. متوجه پیشنهادتون میشه. اینو ببریم اینور؟ خب اینم ببریم اینور که چی بشه؟ خب ما باید چی جواب بدید بش؟ به هر حال واسه مشتق وای نسبت به ایکس حساب کنید یا نه؟ جوابتون درسته؟ یا نه؟ نمیدونید؟ نه و اگه حل کردیم خیلی خوب. نمیشه کسینوس اوم آخه یه چیز ناهنجاری میشه برای که مشتق بگیریم، یعنی آخه بعد یاد بگیرید که اشکال نداره حرفتون درسته، شما میگید که من اینجا در واقع امگا تی حساب کنم میشه وای منهای آر تقسیم بر آر کوسینوس منهای یکش، بعد بیام بذارم اینجا، اون وقت میدونید چی میشه؟ این بایستی کوسینوس اینه داره سینوسش حساب کنید بذارید، این اشکال نداره، یه تابه کوسینوس منهای یک به اضافه خودمون تابه. حالا بعد بیاد مشتق بگید، اون که خیلی راحت تر اگه بخواید همین کار رو بکنید. احتمالاً ببینید شما دلیل این که میفرمایید اینه که شما اگر میخواهید از وای نسبت به ایکس مشتق بگیرید حتما یکی بایستی وای به عنوان تابعی از ایکس بهتون بده تا بتونید مشتق بگیرید، درسته؟ حالا اگه معادلات پارامتری هم داشته باشید میتونید این کارو بکنید. آره اینا در واقع جنبه آموزشیش اینه که با معادلات پارامتری هم میشه مشتق وای نسبت به ایکس رو حساب کرد، لازم نیست حتما عین وای بر اساس ایکس رو داشته باشید. خب بریم سراغ مسئله بعد. مسئله بعد یه مسئله آسونیه ولی بازم ریزه کاری داره. یه تپه شیبدار هست، حالا فرض کنید تقریبا است بله فرض کنید زاویه شیبش باشه فی، بعد یه پسر بچه میخواد یه توپی رو با زاویه یه تتا نسبت به افق، یه مسئله یه چیز بوده دیگه، مسئله پرتابه، با یه زاویه تتا نسبت به افق بندازه طوری که برده روی این سطح شیبدار ماکسیموم بشه، پیشینه برد رو رو سطح شیبدار داشته باشه. خب دو تا منحنی باید با هم قطع بدیم، یه منحنی مسیر پرتابه که فکر میکنم از حفظ باشید، نیازی نباشه که من حساب کنم. ببینید مسیر پرتابه منحنی یک دوم جی تی دو به اضافه وی صفر تی کوسینوس سینوس تتا قسمت وایشه، ایکسش هم هست وی صفر کوسینوس تتا ضرب در تی. فرض کردم اینا که بلدید دیگه، تو پایه یکم داشتید.
با سرعت اول وی صفر از زاویه تتا بره. حالا اینجا راحت میشه تیر رو حذف کرد، یعنی تیر از پایینی پیدا کنه تو بالایی قرار بدید، ایگرگ مساوی میشه با منهای یک دومه جی ایکس دو تقسیم بر وی صفر دو کوسینوس دوی تتا به اضافه تانژانت تتا ضرب در ایکس. این معادله این سهمیه. خب این هم محور ایکس مونه، این هم محور وای مونه. معادله این خط چیه؟ معادله این خط هم هست وای مساوی با منهای تانژانت فی در ایکس. این رو باید با هم قطع بدیم تا این نقطه پیدا بشه، بعد فاصله این نقطه رو هم از مبدأ حساب کنیم تا بشه برد، و بعد این رو کمینه کنیم، بیچینه کنیم. خب این نقطه رو فرض کنید مختصش بشه x0، یعنی x این بشه x0. این دو تا رو با هم قطع بدید، یه معادله درجه دو برای x میشه، حلش x0 رو بهتون میده. جوابش رو براتون مینویسم، x0 در میاد دو وی صفر دو، دو وی صفر دو کوسینوس دوی تتا تقسیم بر جی در دو تا تانژانت تتا، در دو تا تانژانت فی باشه، دو تا تانژانت فی. نه ببخشید ببخشید، این اشتباه خوندم، تانژانت تتا به اضافه تانژانت فی. قبول دارید همه اونا که حل کردید اینو یا نه؟ امیدوارم من اشتباه نکرده باشم. حالا این طول رو اسمش رو بذارم R، که بعد روی سطح شیب داره. حالا میشه وایش هم حساب کرد، رادیکال ایکس دو به اضافه وای دو حساب کرد، ولی چون زاویه فی رو داریم میدونیم که آر مساوی است با ایکس صفر تقسیم بر کوسینوس فی، یعنی ایکس صفر میشه آر کوسینوس فی. اگه این آر باشه اینم فی، ایکس صفر میشه آر کوسینوس فی. بنابراین ایکس صفر که دارم تقسیم بر یک کوسینوس فی میکنه تا آر بشه. خب اینم میشه دو وی صفر دو تقسیم بر جی کوسینوس فی در یه دونه جمله اینو بنویسم سینوس تقسیم بر کوسینوس در این ضرب کنم، یک دوم سینوس دو تتا میشه. برای مشتقگیری اینجوری بهتره، به اضافه تانژانت فی در کوسینوس دوی تتا. اینطوری نوشتم که بهتر بشه مشتقش گرفت. حالا چون میخوام کمینه کنم، مشتقش نسبت به تتا باید صفر بذارم. محاسباتش همه رو من نمی کنم، شما باید انجام بدید اینا رو. من توضیح جایی که توضیح لازم داشته باشه میگم. یه معادله درجه دو، این دو طوری که با هم قطع میدید یه معادله درجه دو میشه، حل میکنید، جواب قابل قبولش اینه. خب دی آر به دی تتا رو مساوی با صفر قرار میدم تا این کمینه بشه. جوابشم باز خودتون انجام بدید، محاسباتش میشه کوتانژانت دو تتا مساوی با تانژانت فی. یادم باشه تتا دست اون پسر بچه است که با چه زاویه پرت کنه، فی زاویه شیب ساعت رو دست اون نیست، بنابراین فی ساب. خب یه امکان اینه که بگیم دو تتا مساوی هست با پی دومه منهای فی، بنابراین تتا میشه پی چهارمه
منهای فی دو بود. برای حالت فی مساوی با صفر که پرتاب رو سطح افق هست، یه میدونید زاویه 45 درجه جوابه، اینم با اون میخونه. اما یه کار دیگه من میتونستم بکنم. ببینید زاویه تتا درست خودش زاویه حاده است، ولی دو برابرش ممکنه زاویه منفرجه بشه. و کوتانژانت زاویه منفرجه منفی در نمیاد. نه اون نمیتونه بشه. جانت دو تتا یه امکان دیگه اینه که پی منهای دو تتا، بذاری ببینیم درست در میاد نه، پی دوم به اضافه فی. پی دوم منهای فی، نه این وقت اگه از این کوتانژانت بگیرم اون در صورتی که منهای کوتانژانت، نه این امکان دیگه جدی. بسیار، همین جواب همین میشه. جواب دیگه نیست. بفهم. نه، بوردر گفته بیشتر این بورد را داشته باشد. بورد روی سطح چیز من گرفتم. معلومه روی خود سطحی که میخواد بیفته را باید ملاک قرار بدهیم. بورد افق. خب اون که کاری اصلا به این تپه نداره، تپه باشه یا نباشه، برد افقی این میشه، میشه زاویه 45 درجه جواب. برد روی این مهمه، یعنی اون جایی که میخواد گلوله بخوره زمین ببینیم چقدر. شما هیچ وقت تو ساعت شیبدار گلوله